کرکدان 3 بالاخره بعد از 5 سال عرضه شد و با اینکه خوبیایی داره مشکلاتی رو تو خودش جا داده که عمیقا روی تجربتون تأثیر میذاره و نمیتونین اونطوری که باید و شاید از بازی لذت ببرید. با بررسی بازی همراه زومجی باشید. زمانی که وارد کرکداون 3 میشین، یه میان پرده براتون نمایش داده میشه که تری کروز میاد از اهمیت گروه ایجنسی و مبارزه با جرم و فساد میگه. شروع کرکداون 3 به خوبی شما رو جذب خودش میکنه، اما مشکل اصلی اینه که فقط بازی یه شروع خوب داره و استدیو ساما دیجیتال بدون هیچ درنگ و با سرعت خیلی زیادی بازیکن رو به جلو هل میده. نتیجه این کار یه بخش داستانی کوتاه میشه که بازیکن اصلاً فرصت ارتباط برقرار کردن باهاش رو پیدا نمیکنه. همچنین شخصیت پردازی کاراکترهای منفی که بُعد اصلی داستان رو شکل میدن اونطور که باید و شاید خوب کار نشدن و صرفاً شخصیتهایی رو میبینیم که تو جهان بازی قرار داده شدن تا شما اونا رو از بین ببرید. اما گیم پلی بازی موردیه که میتونه مخاطب رو تا آخرین لحظه پای کرکداون 3 بشونه تا تجربه هیجان انگیز و پرزد خوردی رو تجربه کنه. وقتی که کاراکترتون رو انتخاب میکنین و وارد شهر نیو پروویدنس میشین، سیستم ارتقای کاراکتر و اورب‌های بازی موردیه که چشمتون رو میگیره. بازیکن‌ها توی کرکداون 3 با سیستم ارتقای کاراکتر روبرو نیست، ولی با استفاده از سلاح‌های مختلف، رانندگی یا ضربات نزدیک میتونن اورب‌هایی با رنگ‌های مختلف کسب کنن. این اورب‌ها باعث میشن تا کاراکتر انتخابی توی بخش‌های مختلفی قوی‌تر بشه. برای مثال با ضربات ملی اورب‌های قرمز رنگ رو دریافت می‌کنه، یا با استفاده از سلاح‌ها و مواد انفجاری اورب‌های زرد رنگ رو کسب می‌کنه. فایده این بخش اینه که میتونین شیوه مبارزه کاراکترتون رو خودتون انتخاب کنین. علاوه بر این با پیدا کردن مأمورای بیشتر در ایجنسی میتونین شخصیت بازی رو هم عوض کنین. هر شخصیت مهارت‌ها و ویژگی‌های مخصوص به خودش رو داره. ابتدای بازی گیمر فقط به 6 تا شخصیت دسترسی داره، اما تیم سازنده با قرار دادن شخصیت‌های دیگه توی جاهای مختلف محیط بازی، اول اینکه گیمر رو مجبور به گشت و گذار توی محیط بازی می‌کنن و دوم اینکه باعث میشن سورپرایزهای بیشتری برای گیمر توی طول بازی وجود داشته باشه. اصلی‌ترین مشکل گیم پلی بازی اما برمیگرده به مراحل اصلیش که بعد از مدت کمی روندی تکراری رو به خودشون می‌گیرن و شما مجبورین که دائما یک سری کارهای تکراری انجام. داستان و هدف بازی هم هیچ چیز پیچیده‌ای نیست. به طور کلی هدف از انجام مراحل اصلی و پیشروی تو داستان اینه که 9 شخصیت سازمان ترانووا رو شناسایی و در ادامه اونها رو آسیب پذیر کنی. بعد از این کارا یه مرحله ویژه روی نقش باز میشه که با انجامش میتونین کاراکتر منفی مورد نظر رو به صورت کامل از بین ببرید. با تمام این اوصاف بخش داستانی کرکداون 3 نهایتاً 8 ساعت طول می‌کشه و مراحل فرعی و مینی گیم‌ها هم خیلی نمیتونن سرگرمتون کنن. متاسفانه مایکروسافت تو بازه زمانی معرفی کرکداون 3 توی سال 2014 اعلام کرد که بخش چند نفره و تخریب پذیری های بازی قرار تحول عظیمی رو توی دنیای گیم ایجاد کنه. اما واقعیت اینه که بخش چند نفره بازی رو میشه بدترین بخش چند نفره بازی های آنلاین توی این چند سال اخیر دونست. سیستم تخریب پذیری بازی کاملا بی هدف و بی مورده و فایده ای برای بازیکن نداره. معمولا توی بازی های مشابه مثل سری بتلفیلد بازیکن ها از تخریب محیط برای کشتن بقیه بازیکن ها یا تخریب سنگرهای بازی استفاده میکنن، اما توی کرکداون 3 تخریب محیط صرفا جنبه نمایشی داره. از طرفی سرور و پینگ بازی مورد دیگه ایه که شما رو اذیت میکنه. با همه این تفاصیل قضیه وقتی بحرانی میشه که بفهمین هیچ تنبیهی برای بازیکنایی که بازی رو ترک میکنن در نظر گرفته نشده. توی بازی امکان داره تیمتون همون اول در حال باختن باشه. اینجاست که هم تیمی های عزیز شما خیلی شیک و به راحتی میتونن بازی رو ترک کنن. هیچ تنبیه یا امتیاز منفی نگیرن و شما رو تک و تنها بذارن جلوی لشکری از دشمن. نتیجه این اتفاق اینه که بازیکن هیچ رغبتی برای تجربه بخش چند نفره که مایکروسافت مانور خیلی زیادی روش داده بود پیدا نمی‌کنه. طراحی هنری و گرافیک سل شید بازی یکی از نکات مثبتیه که توانایی این رو داره که بازیکن رو به خودش جذب کنه و در حقیقت میتونه جور تمام نکات منفی بازی رو به دوش خودش بکشه. انفجارها، گام پلی، سیستم اورب‌ها و کاراکترها مواردی هستند که به طور مستقیم روی گیم پلی بازی تأثیر می‌ذارن و ترکیبشون با موسیقی و گرافیک هنری کرکداون 3 باعث شده تا بازیکن از مبارزه‌ها و مشاهده جهان بازی لذت ببرن. Good. The hero's finally here. Who's ready for some pain?
در مجموع کرکداون 3 توی بخش‌های مثل گامپلی، سیستم ارتقای شخصیت و طراحی بصری خیلی خوب عمل کرد. اما مشکلی مثل روند تکراری بازی، بخش مالتی پلیر فوق‌العاده بی‌کیفیت و داستانی نچسب و خیلی پیش پا افتاده، سایه خیلی بزرگی روی نکات مثبتش انداخت و باعث شده که کرکداون 3 نتونه اونطور که باید در حد یه بازی انحصاری عمل کنه. I'll take that as a yes.